با عرض سلام خدمت همه دوستان گرامی، امیدوار هستم که خوب و سر حال باشین. به اولین ویدیو آموزشی ویندوز 10 خوش آمدین. ما در این ویدیو و یا در این دوره قصد داریم که آموزش 0 تا 100 کار با کامپیوتر را در محیط ویندوز برای شما به طور قسمت وار آموزش دهیم. امیدوار هستم که از این دوره خوشتان بیاید و همچنان این دوره و ویدیوهای ما را به دوستانتان شریک کنین. چینل یوتیوب ما را هم همچنان سابسکرایب نموده لایک نمایید. اولا به معرفی ویندوز 10 میپردازیم. ویندوز 10 یکی از آخرین نسخه های ویندوز میباشد که شرکت مایکروسافت ویندوز 10 را بعد از ویندوز 7 و 8 در بازار عرضه کرد. این ویندوز که نام کامل آن مایکروسافت ویندوز و بعضن MS ویندوز 10 میگن، در تاریخ 7 اسد 1394 معادل با 29 جولای 2015 به بازار عرضه شد. این ویندوز در 4 نسخه منتشر شد. نسخه هوم که اکثرا برای استفاده در کامپیوترهای خانگی مورد استفاده قرار میگیرد. نسخه پروفشنال که ویژگی های این نسخه نسبت به نسخه هم بیشتر است. نسخه انترپرایز همچنان در کامپیوترهایی که در سرور وصل هستند داری از این ویندوز استفاده میکنند و ویژگی های زیادتری داره. و همچنان ویندوز تی ایژوکیشن، نسخه ایژوکیشن، این ویندوز در ساحات تحقیقاتی، در ساحات آموزشی زیادتر مورد استفاده قرار میگیره. پیشنهاد ما برای شما به خاطر اینکه شما در کامپیوتر خود کدام نسخه از ویندوز 10 نصب میکنین، ویندوز 10 پروفشنال میباشد. ویندوز 10 پروفشنال یکی از ویندوزهایی است که خیلی خوب بوده و تمام نیازمندی هایی که ما میتوانیم داشته باشیم از یک ویندوز، ویندوز 10 پروفشنال دارا میباشد. در قدم بعدی با ما همراه باشین، با هم میرویم محیط ویندوز در بررسی میکنیم و همچنان رویش بحث میکنیم و با ما همراه باشین. خب این صفحه‌ای که شما میبینین، این صفحه صفحه دسکتاپ نامیده میشه و صفحه اصلی ویندوز 10 میباشد و تمام مواردی که در این صفحه است به نام آیکن ها یاد میشود. شما شاید این موارد را در آموزش های ویندوز 7 و 8 دیده باشین و نوار پایانی که در قسمت پایانی صفحه دسکتاپ موجود است به نام نوار وضعیت، نوار وظیفه و یا تسک بار همچنان گفته می شود. در این قسمت نوار تسک بار مینوی استارت یا استارت مینو قرار دارد. البته این قابلیتی که فعلا ویندوز 10 داره، مینوی استارت جداگانه، این قابلیت در ویندوز 8 از بین رفته بود ولی خوشبختانه در با منتشر شدن ویندوز 10 این قابلیت دوباره به ویندوز برگشت و خیلی یک کاری عالی شد. و در قسمت که در ویندوز 10 اضافه شده در ویندوز 7 و 8 نبود، قسمت سرچ ویندوز که ما میتونیم تمام مواردی که داخل کامپیوتر ما باشه، چه اطلاعات ما باشه، فایل ها ما باشه، تنظیمات ما باشه و برنامه های ما باشه، در قسمت ما میتونیم توسط تایپ نموده نامش او را پیدا بکنیم، سرچ بکنیم. مثلا ما میتونیم هر چی بخوایم اینجا سرچ کرده میتونیم و برای ما پیدا میکنم. و در قسمت دیگه که این قسمت به نام تاسک ویو نامیده میشه که برای ما قابلیت ای را میده که از یک پنجره از یک ویندو با ویندوی دیگه با آسانی بریم. مثلا ما چند ویندو باز داریم و ما میتونیم از یک ویندو لیستی
ویندو و پنجره های باز شده خود به دسترس ما قرار می دهد و ما می توانیم توسط او به از یک پنجره و پنجره دیگه بریم و خیلی آسان کار ما آسان می باشه. مانند اقسم فعلا که ما سه پنجره باز است، ما می توانیم داخل هر پنجره که بخوایم رفته می توانیم. خب و دیگر موارد این رو ببندم. دیگر موارد که بعد از ای تاسک ویو در قسمت است کلن به نام آیکن ها نامیده می شود. من می توانم این آیکن ها را از اینجا حذف بکنم و یا آیکن های جدید در اینجا اضافه بکنم و طریقهش هم ما اگر بخوایم یک آیکن از اینجا حذف بکنم بالایش راست کلیک کرده و گزینه Unpin را میزنم، Unpin from taskbar. وقتی این رو فشار دادم ای آیکن از اینجا حذف میشه. اگر میخوایم یک آیکن را اضافه بکنم این قسمت کلیک راست کرده و اینجا گزینه ایمه به نام Pin to taskbar این را کلیک میکنم و در taskbar ما دوباره اضافه میشه. و در این قسمت، قسمت طرف راست صفحه دسکتاپ و تاسکبار ما چندین گزینه است. گزینه نوتیفیکیشن که در ویندوز 8 و 7 نبود برای نشان دادن پیغام ها، پیغام های اضطراری به ما استفاده میشه. مثلا اینجا ما پیغام دارم به خاطر اپدیت کردن ویندوز دیفندر خود، به خاطر وان درایو خود و به خاطر بعضی مسائل دیگر. میتونم از اینجا نوتیفیکیشن پیام های خود را بخوانم و توسط این گزینه میتونم کلیر آل نمایم. و در قسمت برای من تنظیمات تبلید مود است که به خاطر کامپیوترهای تج استفاده میشه. وقتی را فعال بکنیم حالت تج ویندوز برای ما فعال میشه که در کامپیوترهایی که تج نیست این قابلیت وقتی فعال باشه با مشکل سر میخوریم. گزینه نتورک از گزینه سیتینگ و سایر گزینه ها. در قسمت بعدی برای ما ساعت و تاریخ را نشان میدهد که خیلی ما میتونیم در ویندوز ده قابلیتی را داریم که ساعت خود را با مو مطابق ساعت زمان خود تنظیم بکنیم، تاریخ خود را مطابق تاریخ موقعیت خود و تاریخ، حتی در این قابلیت اضافه شده که ما میتونیم تاریخ ویندوز ده خود را به هجری شمسی تبدیل بکنیم. و قسمت دیگه صدا است، ما میتونیم صدای کامپیوتر خود را پست و بلند نماییم. قسمت دیگر شبکه یا نتورک است که ما میتونیم در وایفای های که دست داریم به او وصل شیم و با مودیم های خود. همچنان در قسمت پایانی ما اینجا چند گزینه داریم. میتونیم وایفای خود خاموش بکنیم، میتونیم ایرپلین مود روشن بکنیم، حالت پرواز و میتونیم به سایر شبکه هاتسپات بدهیم. در قسمت دیگه بطری است و هیدن آیکن و آیکن های اضافی ما که ما در قسمت میتونیم چی بکنیم پنهان است و رو میتونیم باز بکنیم. از قسمت دیگه پیپل است که به خاطر زیادتر توسط مایکروسافت اکانت باز میشه به خاطر پیدا کردن کانتکت ها و اپ ها استفاده میشه. در این قسمت همین قدر بود و آموزش ما از این قسمت به پایان میرسه. سوال، پیشنهاد و یا انتقاد داشتین میتونید در کامنت برای ما بنویسید، ما به زودترین فرصت جواب شما را خواهیم داد. برای فعلا خداوند یار و مددگار شما، الله حافظ.